این هفته سلول های زیست چاپی، گفتگو با غریبه ها و طرز درست نشستن. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. میدونم احتمالاً دوست ندارید اینو بشنوید، اما استفاده روزمره از اسکایپ و زوم و تماس‌های ویدئویی دیگه تقریباً یک سالی میشه که ازش گذشته و یه جورایی همه مردم دنیا باهاش کنار اومدن، بجز با یه چیزش، با خداحافظی. البته خداحافظی همیشه سخت بوده، اما خداحافظی توی این نرم افزارها سخت‌تره، برای اینکه وقتی دارید با یه دست خداحافظی می‌کنید، با یک دست بایستی هی دکمه خروج رو بزنید و ممکنه این دکمه خروج برای بار اول کار نکنه. اما این مشکل باعث شد که یکی از نوآوران یک ابزارک براش اختراع کنه. اسمش رو گذاشتن زوم اوت و این هم برایان مور سازندشه. تنها کاری که باید بکنید اینه که نقشه ها رو از گیت هاب دریافت کنید و اگه چاپگر سه‌بعدی هم داشته باشید که چه بهتر. این هم نتیجهش. یک ریسمان که به یک بورد الکترونیکی مجهز به بلوتوث وصله و به رایانه دستور میده که تماس رو تموم کنه. ساده اما کاربردی. حسی شبیه کمدین های خیلی خوب دارم. اون راجع به یه چیزی جوک میگه و همه فکر میکنن راجع به چیزیه که فقط خودش تجربه کرده، اما همه بهش میخندن چون یه دفعه متوجه میشن که اون یه تجربه همگانیه. این هم همینه. فکر نمیکردم که بقیه هم چنین مسئله ای دارن و به نظرم این تجربه به خودم محدود میشد، اما معلوم شد که میلیون ها نفر دیگه هم که این رو میبینن همون حس رو دارن. راستش نمیشه گفت. ممکنه یه چیزی بسازی و به دنیا هم نشونش بدی و یکی ببینتش و فکر کنه که چیز احمقانه ایه. اما بعضی وقتا مثل همین ریسمون کشیدنی ساختمش و گذاشتمش روی اینترنت تا ببینم چی میشه و یه دفعه کولاک میکنه و کفم میبره. معلوم میشه یه چیزی رو قلقلک داده. برایان سرش خیلی شلوغ بوده. او هنگام قرنطینه یک روروکی درست کرده که هر چی بلندتر داد بزنید تندتر میره. اینطوری میتونید عصبانیتتون رو خالی کنید. اون روروک بود و یه میکروفون داشت. اگه داد نمیزدین گاز هم نمیخورد و هرچی بلندتر داد میزدین تندتر میرفت. توی مدت مشغول ساختن یه چیز دیگه بودم که هنوز کسی ازش خبر نداره. یه دوربین پولارویده که وقتی باهاش از یکی عکس میگیریم با جستجوی معکوس اون تصویر در اینترنت یه عکس ازش پیدا میکنه و اون رو چاپ میکنه. واقعا وحشتناکه. از اون چیزای ترسناکه. باهاش یه عکس از همسرم گرفتم و نتیجهش چاپ یه عکسی ازش بود که من 7 سال پیش گرفته بودم و یه جایی تو اینترنت پیدا کرده بود. یکی از مشکلاتی که بسیاری از تست های کرونا دارن اینه که طول میکشه تا نتیجه آزمایش بیاد و مثبت یا منفی بودنش مشخص بشه. اما دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه آریزونا یک تست کرونایی ابداع کرده که با گوشی هوشمند کار میکنه و نتیجهش امیدوارند که 10-15 دقیقه‌ای مشخص بشه. در این آزمایش بزاقتون رو روی یک تراشه ریسایل شناسی میگذارن. یک نوع کاغذ ویژه که پر از ماده‌ای که به ویروس کرونا واکنش نشون میده. بعدش میشه نتیجه رو با استفاده از یک میکروسکوپ که به گوشیتون وصل میشه و یک منبع نور LED کوچیک خوند. این وسیله در حال حاضر با استفاده از قطعات عمدتاً حاضر و آماده ساخته شده. میکروسکوپ رو میتونید از هر فروشگاه آنلاینی مثل آمازون تهیه کنید. اینی که ما داریم استفاده میکنیم 25 دلاره. یه میکروسکوپ آزمایشگاهی حدود چند ده هزار دلار قیمت داره. اما میتونیم همون کار رو با این دستگاه ارزون انجام بدیم. هدفمون اینه که همه مراحل کار رو در قالب یه اپلیکیشن ارائه کنیم. یعنی یه دونه اپ هم عکس بگیره، هم اطلاعات رو تحلیل کنه و هم نتیجه رو روی صفحه نمایش بده. در این حال داریم یه اپ دیگه هم می‌نویسیم که نیازی به وصل کردن میکروسکوپ نداره. فقط کافیه گوشی و بریده‌های اون کاغذ خاص و واکنشگر پاتن رو داشته باشید. چیز دیگه ای لازم نیست. این هفته نهاد ناظر بر رسانه‌ها در روسیه اعلام کرد سرعت دسترسی به توییتر رو به دلیل کوتاهی این شرکت در حذف محتویات زیانبخش مثل خودکشی،
پورنوگرافی یا مواد مخدر کم میکنه. 150 هزار دوربین امنیتی شرکت‌هایی مثل تسلا، ویرجین هایپرلوپ، کلاود فلر و کلی سازمان دیگه هک شد. و شرکت مسافرکشی آنلاین اولا اعلام کرد میخواد بزرگترین کارخانه اسکوترسازی دنیا رو در هند بسازه. هدف ساخت 10 میلیون اسکوتر برقی در ساله. شهر اسپو در فنلاند میخواد ربات‌های خاکروب ترومبیا فری رو آزمایش کنه. این ماشین‌های خودران با مصرف میزان کم سوخت میتونن تا 17 ساعت کار کنن. اونا به لطف حسگرهای لایدار و پردازش هزاران تصویر در ثانیه میتونن شب‌ها به طور ایمن خیابون‌ها رو تمیز کنن. این لباس به لطف سلول‌های سوخت زیستی یا بایوفیول که از عرق بدن انرژی تولید می‌کنند، ژنراتورهای برق مالشی که از حرکت و به هم ساییدن انرژی می‌سازند و ابرخازن‌ها که انرژی رو ذخیره می‌کنند، در واقع یک ریز شبکه برق پوشیدنیه. ضمناً همه اجزای این لباس انعطاف‌پذیر و قابل شستن. با این لباس میشه انرژی مورد نیاز ابزارک‌های کوچیک رو تأمین کرد. و در آخر یک هنرمند هوش مصنوعی جدید که به جای خلق تصادفی هنر برنامه ریزی شده تا بر اساس ارزش‌های هنری نقاشی کنه رو معرفی می‌کنیم. دستورالعمل متفاوت به این ربات به خلق اثری متفاوت منجر میشه. کار این هنرمند رو که محصول IBM ژاپن، دانشگاه توکیو و شرکت یاماها موتورزه میشه این هفته به صورت زنده در فستیوال مجازی جنوب از جنوب غربی تماشا کرد. سلول‌های بنیادی بدن انسان میتونن به هر سلول دیگه‌ای دگرگون بشن، اما هدایت این فرایند برای دانشمندان و پژوهشگران کار چندان ساده‌ای نیست. حالا شرکتی در کمبریج بریتانیا میگه که میتونه سلول‌های بنیادی رو در تعداد زیاد تغییر برنامه بده تا به سلول‌های دلخواه تبدیل بشن. زیست چاپ عناصر مختلف بدن انسان یک گرایش روبه رشد در دنیاست. رشته پزشکی ترمیمی روی توانایی ترمیم سلول‌ها و بافت‌های آسیب دیده در بدن تمرکز دارد. در سال‌های گذشته ما شاهد استفاده از زیست جوهر برای چاپ بافت و چاپ سه‌بعدی اجزای بدن بودیم و حتی شرکتی بود که با استفاده از سلول‌های بنیادی یک نفر استخوان رویاند. معمولاً سلول‌های بنیادی رو در تعداد کم از نمونه پوست یا خون می‌گیرند، اما این شرکت داره روی تولید سلول‌های بنیادی در مقیاس صنعتی کار میکنه. این یکی از آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی مولکولی ماست. اینجا چیزی تولید می‌کنیم که بهش میگن جعبه ژن و اساساً داریم مهندسی سلول می‌کنیم. این یه فرایند خودکاره و برای همین اون طرف تعدادی ربات داریم. یک گروه میان رشته‌ای در بیت بایو یک فناوری نوین خلق کرده که بهش میگن آپتو آکس یا فرابیان وادار کردنی بهینه شده. با این فناوری میشه تمام سلول‌های بنیادی نکشت شده رو از نو برنامه‌ریزی کرد و در مقیاس عظیم به هر نوع سلولی که می‌خوایم تغییرشون داد. مارک کوتر، بنیانگذار این شرکت و جراح مغز و اعصاب، داره دو رشته برنامه‌نویسی و زیست‌شناسی رو با هم تلفیق می‌کنه تا بتونیم به درک عمیق‌تری از مهندسی ژنتیک سلول‌ها برسیم. ما از یک زاویه دیگه وارد مبحث زیست‌شناسی شدیم. در 30 سال گذشته معلوم شده که میشه تا حدی به زیست شناسی به چشم یک نرم افزار نگاه کرد. یعنی امکان داره که یه سلول رو با یه برنامه جدید بروز کنیم و دوباره از صفر به کار بندازیم. و این فناوری بهمون اجازه میده که این کار رو با بازده خیلی بالا انجام بدیم. این باعث شده راه جدیدی برای نگرش به تولید و مهندسی دقیق سلول ایجاد بشه. مدلی که اینها رو درست میکنیم اینه که توی انکوباتور یا گرمخونه نگهشون میداریم، چون مثل همه سلولهایی که بیرون بدن رشد میکنن به یه سطح مشخصی از اکسیژن، دیوکسید کربن و حرارت نیازمندن. و وقتی نوع سلول لازم رو تولید کردیم میتونیم تو لوله های آزمایش کوچیک منجمدشون کنیم و در قالب یخی بفرستیمشون برای مشتری. از این سلول ها میشه هم در روند درمان بیماران استفاده کرد و هم در مطالعه بیماری‌های نادر و کشف داروهای جدید.
استاندارد طلایی در این زمینه اینه که از سلول‌های بنیادی گرفته شده از اعضای بدن انسان استفاده کنید. ولی همونطور که قابل تصوره، مشکل اینه که چنین افرادی خیلی کمن. برای همین دست پیدا کردن به این سلول‌های بنیادی کار سختیه. بیت بایو میخواد یه استاندارد طلایی جدید وارد این رشته بکنه. اینطوری میتونیم سلول‌های بالغی درست کنیم که مثل سلول‌های بنیادی حاضر در بدن رفتار می‌کنن. استفاده از این سلول‌های بالغ برای آزمایش دارو میتونه نتایج بهتری در پی داشته باشه و آزمایش روی حیوانات رو منتفی بکنه. گام اول همه بیماری‌ها و همه نارسایی‌ها مشکلی در سطح سلولیه. در واقع برای سلوله که مشکل پیش میاد. و اگه میخواین دارویی درست کنین، چاره‌ای ندارین جز اینکه بفهمین چه اتفاقی داره میفته تا بلکه داروی درست بسازین. بذارین به عنوان مثال بیماری آلزایمر رو بررسی کنیم. تلاش‌های زیادی برای تولید دارو شده و متأسفانه تا این لحظه موفقیت چندانی در پی نداشته. در روش سنتی کشف دارو ما از مدل‌ها و سلول‌های حیوانی برای شبیه‌سازی مشکلی مثل آلزایمر استفاده می‌کنیم. اما مسئله اینجاست که موشا آلزایمر نمی‌گیرن. برای همین باید یک کاری با موشا بکنین تا اونا چیزی شبیه آلزایمر در اختیار شما بذارن. سپس دارویی درست می‌کنین که می‌تونه اون چیزی رو که ایجاد کردین درمان کنه. اینجاست که ما میتونیم راه حل ارائه بدیم. ما میتونیم سلول‌های مغز انسان رو بسازیم که در واقع آلزایمر می‌گیرن و این به شما اجازه میده که با پژوهش هدفمند سراغ این بیماری برین و براش دارو درست کنین. دسترسی به میلیون‌ها سلول با کیفیت انسانی میتونه به پیشرفت فناوری‌های دیگه هم کمک کنه. شرکت روکیت هلسکر در کره جنوبی یک زیست چاپگر طراحی کرده که میتونه به مداوای زخم پای فرد مبتلا به دیابت کمک کنه. بعد از تصویر برداری از زخم یک فایل برای دستگاه دکتر این ویوو فرستاده میشه و این دستگاه هم با استفاده از زیست ماده ها یک وصله در اندازه همون زخم چاپ میکنه. اگر این زخم ها درمان نشن شاید مجبور بشن پای بیمار رو قطع کنن، اما حالا این روش تونسته با موفقیت زخم ها رو ببنده و درمان کنه. فناوری هایی که میتونن انقلابی در توانایی پزشکی ترمیمی به پا کنند. تقریبا یک سالی میشه که بسیاری از مردم از توی خونه کار میکنن. کار از خونه مزایا و معایب خودشو داره. همکار ما کریس فاکس که 12 ماه گذشته رو از توی خونه کار کرده بعد از اینکه تبلیغ یک ابزارک رو در اینستاگرام دید سعی کرد امتحانش کنه. ابزارکی که طرز نشستن رو اصلاح میکنه. الان داره یه سال میشه که از خونه کار میکنم و در این مدت کلی قوز کردم و نگران این بودم که نکنه دارم به خودم آسیب جدی میزنم. از طرف دیگه اینستاگرام هم کلی تبلیغ برای این ابزارک سرم ریخت که باعث میشه صاف بشینید. این شد که گفتم امتحانش کنم. این آپرایت گو توه و پشت گردنتون بسته میشه. یه سری لایه چسبنده داره و میتونین بچسبونینش به پوستتون یا به یه گردن بند وصلش کنین. من خودم چسبوندن رو ترجیح میدم. وقتی سر جاش قرار گرفت این دکمه رو دوبار فشار میدین تا تنظیم شه و حالا اگه چند ثانیه قوز کنین میلرزه تا یادتون بیفته که باید صاف بشینین. این اپلیکیشن هم مدت زمانی رو که قوز کردین یا صاف نشستین ثبت میکنه. به همین سادگی. بار اول لرزشش رو خاموش کردم تا فقط مدت زمانی رو که حین کار پشت میز قوز میکردم ثبت کنه. البته ثبت دقیقش کار سختیه چون وقتی تو ذهنتون هست که این وسیله بهتون وصله بیشتر صاف میشینین. اما توی بازه 2 ساعته که پشت میزم بودم حدود 5% وقت رو صاف نشسته بودم. در بقیه روزها که پشت میز بودم لرزشش روشن بود و همونطور که انتظار میرفت اگه خم میشدم میلرزید. راستش یه خورده مزاحم بود. خیلی وقتا هست که آدم به جلو خم میشه، مثلا به آرنجش تکیه میده یا پا میشه قهوه درست کنه. به همین خاطر در تمام طول روز به گردنم نبود. اما اگه میدونستم که میخوام 1-2 ساعت کار کنم میچسبوندمش به گردنم. به مرور بهش عادت کردم. بعضی وقتا کاملا یادم میرفت که به گردنمه. حتی یه بارم باش رفتم زیر دوش. وقتی این ابزارک به گردنم وصل بود 80 یا 90% مواقع صاف میشستم. من خوش شانس بودم و هیچ وقت کمردرد نداشتم. اما دوست دارم بدونم برای سلامتی هم مفیده یا نه. شرکت سازنده هیچ ادعایی مبنی بر فواید این ابزارک برای سلامتی نمی‌کنه، اما در وبسایتشون متون گنگی در رابطه با سلامت وجود داره. مثلا نشستن بد میتونه انحنای گردنتون رو تغییر بده و مشکل گردن برای زدن اس‌ام‌اس و قوز صفحه نمایش باعث درد شدید کمر میشن. به همین خاطر تصمیم گرفتم با اشلی جیمز عضو انجمن فیزیوتراپی بریتانیا صحبت کنم
و از او بپرسم که آیا قوز کردن چیز بدیه یا نه. به هیچ وجه. میدونی خم شدن در حد اعتدال هیچ مشکلی نداره. همونطور که کاملا صاف نشستن هم مشکلی نداره. اونچه که ما میدونیم اینه که حالت صحیح یا غلطی برای نشستن وجود نداره. فقط حالتهایی بدن که برای مدت طولانی توش بمونید. من تو شبکه‌های اجتماعی دیدم که میگن اگه خیلی از گوشیتون استفاده کنین یا روی صندلی بد بشینین، برای همیشه فرم گردن یا ستون فقراتمون تغییر میکنه. این درسته؟ نه، هیچ دلیل موجهی وجود نداره که نشون بده نشستن در یک حالت به طور دائمی باعث تغییر وضع ستون فقرات بشه. نکته اصلی حرکته و اینکه مدت زمان زیادی در یک موقعیت نشینید. بر اساس چیزی که میگین یعنی اشکال نداره که من همه روز رو تختم بشینم کار کنم؟ منظورم اینه که همه چیز در حد اعتدال باشه. چیزای خوب هم طولانی نباید باشه. پیشنهاد نمی‌کنم تمام روز روی مبل یا تخت کار کنیم. باز هم نه به این دلیل که ذاتاً چیز بدیه، بلکه به این خاطر که حرکت مداوم ما رو کم می‌کنه و ممکنه باعث درد و ناراحتی بشه. این شرکت به من گفت که هیچ ادعایی راجع به سلامتی نداره، اما تحقیقاتشون نشون داده که این ابزار باعث میشه مردم صاف بشینن، که اصلا چیز عجیبی نیست. هر بار که خم بشین میلرزه. پژوهش‌های بالینی ما ثابت می‌کند که محصولات ما به مردم کمک می‌کنند صاف بمانند، حالت بهتری به خود بگیرند و بیشتر به حالت نشستن خود توجه کنند. یه چیزی که متوجه شدم اینه که میذاره به عقب خم شم. کار خوبی نیست، ولی میذاره انجامش بدم. از منظر صرفاً ظاهری بدم نمیاد که یه دستگاهی باشه که بهم یادآوری کنه باید صاف بشینم و بایستم. وقتی میرم خرید خیلی وقتا انعکاس خودم رو تو ویترین مغازه ها میبینم که کیسه های خرید دستمه و قوز کردم و این یادم میندازه تا صاف بشم. وقتی همه گیری تموم شه شاید اگه به یه مهمونی شیکی دعوت شم این رو به گردنم ببندم تا یادم بندازه که باید صاف وایسم. همه گیری باعث شده که اجرای زنده کنسرت در همه دنیا متوقف بشه. البته موارد استثنایی هم داشتیم، اما این وسط یک خواننده است که قصد داره با استفاده از فناوری اجرای کاملا متفاوتی داشته باشه. اینا جیل باربر و گروه فانتوم جاز بودن که داشتن به طور مجازی در پالومر سوپر کلاب لندن اجرا می کردن، جایی که در جهان واقعی در سال 1955 تخریب شد. شوکپ شرکت برگزار کننده این اجرا این مکان مجازی رو با استفاده از موتور آنریل ساخته که سامانه یه برای بازی. نوازندگان پوشاک ثبت حرکت به تن دارن و فیلمشون جلوی پرده سبز گرفته شده. اینطوری هم میتونن به دهه 50 برن و هم حرکات پیچیده انسانیشون رو حفظ کنن. به طور تاریخی از ضبط حرکت و فناوری‌های تولید مجازی در ساخت فیلم‌های موفق یا بازی‌های رایانه‌ای استفاده شده، اما خلق همزمان گرافیک رایانه‌ای با کیفیت سینمایی بهمون امکان میده تا به مرور استفاده از این چیزها رو در اجراهای زنده هم بررسی کنیم. یکی از چیزهایی که تو این مدت دل یه عده براش خیلی تنگ شده ملاقات با آدمای جدیده. منظورم قرارمدارای عاشقانه جدید نیستا، منظورم حرف زدن با کسانیه که متفاوتن با کسایی که تو این مدت باهاشون حرف زدید. برای همین ما رفتیم سراغ معرفی یک راه حل جدید. با مارگارت که ساکن ساری در حومه لندن آشنا بشید. من 6 تا بچه، 18 تا نوه و 15 تا هم نتیجه دارم. بعضی هاشون جاهای دوری زندگی میکنن و بقیه هم تمام روز سر کارن و نمیتونن همیشه به من سر بزنن. اما زندگی میتونه آدم رو منزوی کنه، مخصوصا در دوره محدودیت و قرنطینه. برای همین یکی از دخترهای مارگارت تلاش کرد براش یک همدم حرفه‌ای پیدا کنه. حالا با سو آشنا بشید که در نزدیکی مارگارت زندگی میکنه و یک نمایشنامه نویس کارمزدیه. فکر کنم چیزی که اول نظرم رو جلب کرد نام مارگارت بود. ازش راجع به اسمش پرسیدم. اونم شروع کرد داستانش رو برام تعریف کردن. بعدم گفت که روزی روزگاری رقصنده حرفه‌ای بوده.
زندگیش برام جالب بود. او هم به چیزایی که بهش میگفتم علاقه داشت. اپلیکیشن کامپانیون در اصل برای این راه اندازی شده بود که در ازای یک مبلغ توافقی برای مردم همدم کوتاه مدت و رو در رو فراهم کنه. اما شاید آغازگر یک دوستی قشنگ بوده باشه. در طول قرنطینه خیلی‌ها مثل سو و مارگارت تصمیم گرفتن که به فضای ملاقات اینترنتی این اپلیکیشن بپیوندن. یکی از علایق من نوشتنه. برای همین شنیدن داستان خیلی برام جذابه. عاشقشم. یه چیزی هم که تو این اپلیکیشن کمپانیون دوست دارم ساختارشه. اگه یه ساعت برین تا به کسی کمک کنین و اونا با اپلیکیشن هی بگن راستی این کارم هست و اون کارم هست، اپلیکیشن بهتون اجازه میده که مرزبندی کنین که به نظرم اصلا کم اهمیت نیست. بعضی وقتا رو راست بودن با دیگران راحت تره و نمیشه هر چیزی رو به خانواده گفت، چیزی که به نظرم خیلی معرکه است. قرنطینه زندگی رو خسته کننده کرده و دور و بر محل زندگیم پر از افراد پیره و خیلی هاشون هم بسیار تنهان. زندگیم رو بهبود داده که به نظرم یه خورده زیادی راکت شده بود. لیزا سابقا یکی از مدیران بخش تبلیغات آمازون در بریتانیا بود و این فکر بعد از اینکه توی اسکی دوچار سانحه شد و توی خونه نیاز به کمک داشت به سرش زد. ما میخواستیم چیزی درست کنیم که مال خودمون باشه. ما بهش احتیاج داریم. دوستم که سنش بالا میره بهش نیاز داره. ما برای مراقبت از والدینمون که دوست ندارن به خانه سالمندان برن بهش نیازمندیم. تصمیم گرفتیم مسئله رو بشکنیم و ببینیم به کدوم فناوری ها نیاز داریم. با چه کسانی باید رقابت کنیم؟ اونا چی دارن؟ چطور میتونیم یه تجربه یک دست در اختیار همه بذاریم؟ در حال حاضر به جز کامپانیون اپلیکیشن های دیگه هم هستن که بهتون کمک میکنن کسی رو برای همصحبتی پیدا کنید. کارانتاین چت پارسال راه اندازی شد و ایدهش اینه که دو نفر رو به شکل تصادفی از هر جای دنیا انتخاب میکنه تا تلفنی با هم صحبت کنند. این اپلیکیشن شما رو به یک نفر همزبون که در اون لحظه بیداره وصل میکنه. تماس از طریق یک اپ دیگه به نام دایلاب برقرار میشه و اطلاعات شخصی محفوظ میمونه و تماس هم اینترنتیه. تو کل دنیا حدود 10,000 کاربر داره. کاربران از پیش بررسی نمیشن، اما یک سامانه بازخورد داره که میشه از اون راه مشکلات رو گزارش کرد. یکی از سازندگان این اپ وقتی توی قرنطینه بود به فکر ساخت چنین اپلیکیشنی افتاد. این که بتونین از ذهنتون بیرون بیاین و کسی باشه که به حرفاتون گوش بده و به حرفاش گوش بدین خیلی مفیده. تماس فقط بین شما دو نفره. اینطوری نیست که توی تالار گفتگوی گروهی باشین. فقط شما دوتا هستین و هر دو دوست دارین که با هم حرف بزنید و حرفای همدیگر رو بشنوید. برای همین خیلی آرام بخشه. کمک میکنه حس کنید روابط زیادی دارید. در این بین اون جفت اولمون یعنی سو و مارگارت خیلی خوب با هم اخت شدن. کلی داستان داره که دوست دارم بشنوم. شاید حتی یک کتاب با هم بنویسیم. ظاهراً قراره دوباره همدیگر رو ببینیم، درسته مارگرت؟ آره درسته. آره، میتونیم راجع به آب و هوا گپ بزنیم. خب به پایان یکی دیگه از برنامه کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه دیگه ما اونجا هستند. با ما در تماس بشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد و موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.